فرسوده، حافظ رند شیراز، منمان فرح زیبا، دکتر علی شریعتی، افسانه پرداز شیرین سخن، کتاب ارشاد، کتاب هما، کتاب کیهان جهانی، مجموعه 1000 مقاله و سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی، بهترین سند پر افتخار هر ایرانی و آریایی. مهمانان گرامی، آیا شناسنامه پر افتخار خود را در جیب دارید؟ سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی سند پر افتخار ما در سراسر جهان است و نیز یادگارهایی از فرهنگ و هنر ایران. نشان فروهر روی تیشرت، سجاق سینه، گردنبند، دکمه سردست، دفترهای نفیس پیوند زناشویی به سبک آریایی و تازه ترین اثر سیاوش اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه‌ها و شگردهای انواع و اقسام سازمان‌های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. این ارمغان‌های اهورایی را با یک کلیک سفارش بدهید. Señor Soleil, Señor la Chaleur, Señor la Lune, Señor la Beauté, Señor le Mariage. برای جاودان نمودن جشن‌های عروسی خود و فرزندانتان از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی، اثر سیاوش اوستا به زبان‌های پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید و هر کجای جهان که هستید برای انجام مراسم از استاد سیاوش اوستا دعوت کنید. پیوند زناشویی به سبک آریایی، پاسداشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. پندار و گفتار و کردار نیک، فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو دربند شد. از این سه به جوراه جنات عدن رهی که از عدن تا خداوند شد. درود بر خداوندگار بزرگ اهورا مزدا، پروردگار دانایی و توانایی، خردمند ناظم هستی. درود بر همه مهربان یاران گرامی در سراسر جهان اهورایی. هر کجا که هستید شاد و خوش و پیروز باشید مهربان یاران. در این ساعت از این بعد برنامه های ما رو خواهید دید. مهربان یاران، خواهش می‌کنم مهربانی کنید، به دیگران اطلاع بدید. خوشحالم که با شما مهربانی را هستم از استودیوی تلویزیون پارس در لس آنجلس، کارگردان برنامه آقای وارتان عزیزم، و بسیار شادمانم که بعد از برنامه بسیار خوب مهربانیار احمد آزاد عزیز با شما هستم. برنامه شادی آفرینی که شادی و شوق و شور رو هر هفته به خونه شما میاره. بعضی وقتا اینقدر از این جنگ و جدال و بحث های سیاسی خسته میشیم که یک ترنم و ترانه و صدای گرم و دلنشین چقدر شادی آفرین میشه و روحیه پرنشاطی رو به آدمی میده. عزیزان من، مهر ماه آغاز شده و ماه مهر یادتون نره ماهی است که یکی از بزرگترین جشن‌های جهان درش حضور داره، جشن مهرگان است. جشن مهرگان پیش از این، همچنان که چند ثانیه پیش با مهربانیار آقای احمد آزاد با آگاهیتون رسوندم و بارها تا این سالها گفته و نوشتم، میدونید که مهرگان و پاییز روز اول سال بوده، یعنی نوروز بوده. پیش از این در هزارهای پیش، از هنگامی که جمشید شاه آمد و بهار رو رو نخستین روز سال قرار داد و 12 ماهه کرد سال رو، پیش از اون 3 ماهه بود. یعنی 4 فصلی که داشتین، 4 3 تا 12 تا میشد. هر فصلی آغاز یک سال
محسوب میشد. به همین خاطر بوده است و هست که در تاریخ بارها شنیدید از سن شخصیت هایی بالای 400 500 600 سال اونجاست که باید شما تقسیم بر چهارش بکنید. بدونید که نخستین روز پاییز، نخستین روز یک سال نو بوده، نخستین روز بهار سال نو بوده، نخستین روز زمستان و تابستان، و ایرانی همواره در جشن بوده است و شادی و شادمانی. حتی در سوک یاران، در سوک یاران و عزیزان نیز، چون بر این باور هستیم که روان آدمی آزاد میشه از این جسم کالبد، از این زندان تن، این کچلوار در میاره و روان آزاد میشه بسان ذرات نوری در هستی و فضا پراکنده میشه و به اصل و اصالت ذره و اتم اهورایی و الهی خودش میرسه. اونجاست که ایرانی آریایی عنصر اوستاگرا نیست همواره جشن میگرفته پرواز روح و روان انسانها رو. و همین خاطر من خودم وقتی مادر عزیزم رو از دست دادم، میدونید من بسان خیلی از شماها در خارج و در تبعید بودم که پدرم رو از دست دادم، مادرم رو از دست دادم، و چون مادرم همیشه روحیه شادی آفرین داشت و ما رو فرا میخواند به شادمانی و شادی، در شبانه پرواز روحش جشن گرفتیم. عرض کنم خدمتتون روی کشتی، خاطرش خیلی از دوستان میدونن، هادی بابا، هادی خورسندی هم روی قضیه یک نمایشنامه نوشته و الی آخر. به هر حال جز به شادی نکوشید، به ویژه که امسال جشن مهرگان مثل هر سال، میدونید که مثل هر سال جشن مهرگان با چند روز اختلاف، این چند روز اختلاف به خاطر وجود سنجش سال و ماه بر اساس قمر یعنی ماه هست که چند روز هم اختلاف داره هر از چندی، ولی جشن سال نو یهودیان نیز همزمان در این هنگام است. سال 5772 آغاز شد. و همین خاطر من شادمان هستم که به همه مهربانیاران یهودی شادباش بگم سال نو رو، به دوستان عزیزم در سراسر دنیا، در ایران، در ایران اهورایی، کسانی که واقعا سالیان سال افتخار کرده میکنن به ایرانی بودنشون و به یهودی بودنشون در داخل ایران که تعدادشون هم بسیار زیاد هست، به مهربانیاران در خارج از کشور، به ویژه دوستان نازنینم در اسرائیل که میدونه الان نشسته از کوروش و استر و دنی گرفته تا مهداد و یاسمن و آریان و آریا. ببینید آریان و آریا درود میفرستم بهشون. کوهن، کوهن، این نام کوهن خیلی از نامهای یهودی نامهای ایرانی است. کوهن که میگن، کوهن همون کوهن ایرانی است، آریایی است، اسمشون ایرانی است. میدونید که در کتاب آیین اوستا، با آیین اوستا شرح داده سیاوش اوستا اینو که تبار نخستین یهودی ها از دریای مازندران ایران هست و ایرانی هستن، ایرانی الاصل هستن. به همین خاطر هست که شما چه یهودی ایرانی رو ببینین، چه یهودی مال اروپای شرقی و غیره رو ببینین، میبینین آداب و رسوم و سننشون بسان آداب و رسوم و سنن ایرانی است. جشنهاشون، جشن پسح، جشن پاک، همون سیزده بدر ما هست که مسیحیان به عنوان سیزده بدر جشن میگیرن و الاخر، که در این رابطه چون سیاوش اوستا بسیار گفته و نوشته تا این 30 سال ضرورت نداره تاکید بکنم. اصلا میدونید که نگارش کتاب تورات تمامی بخشاش و بخشای عظیم و اعظمش در هنگامی نگارش یافته است که کوروش بزرگ یهودی ها رو از بابل آزاد میکنه و به اینها فرمان و امکان میده که به سرزمین خودشون برگردند و اونجاست که تاریخ رو مینویسن. نوشتن تاریخ مربوط میشه به 500 سال پیش از میلاد مسیح که همون هنگامی است که کوروش از بابل بردگان رو، یهودیان رو آزاد میکنه. یک نکته‌ای که من با بسیاری از مهربانیاران یهودی موافق هستم اون این هست که یهودیان در ایران میگن کلیمی. این نوع واژه کلیمی و کلیمیان رو به کار بردن، برخلاف این که بعضی ها شاید گمان کنن که این یک نوع
برتر هست که یهودی ها رو بخوانن، برعکس بسیاری از یهودیان اسرائیل نیز بر این باور هستند. این یک نوع محافظه کاری و تقیه است در رابطه با یهودیان که نام یهودی رو به کار نبرن، کلیمی بگن، به خاطر ترس و دلهره و اضطرابی که در طول سالها بوده است و وجود داره برای این تبار تیزهوش و پرتلاش. و همین خاطر خیلی ها فکر میکنم نباید بگن یهودی، بگن کلیمی، نه، باید بگین یهودی، چون اصالت و اصل این هست. واژه کلیمی از هنگامه ای که فشار و سرکوب بر یهودیان حاکم شد، این رو برداشتن، جاشونه گذاشتن، که حالا روی این قضیه نمیخوام بازش کنم. دوستانی که در این زمینه تخصص دارن در آینده بیشتر گفتگو خواهند کرد. شاد باش میگم. به هر حال همیشه بهار و خرمی با فروردین نمیاد، بهار و خرمی با پاییز و برگریزان هم میاد. امشب با دوست عزیزم مارشال منش داشتیم ترانه بسیار زیبایی رو از آقای هالو، اسم مستعارش هست، میشناسینش، که از چکام سرای بزرگ ایران هست، در داخل ایران تلاش میکنه، مثل هیلا صدیقی عزیزم، مثل استاد مصطفی بادکوبه عزیزم، که این عزیزان چقدر قهرمانانه و شجاعانه در داخل میهن دارن چنان چکامه هایی رو میسرایند، که در سروده خودش میگفت که در این پاییز برگ های سبز رو درخت ها هستند، اما برگ های زرد رو درخت ها هستند، اما برگ های سبزی که بر زمین میریزه، سبز همون سبزی جوانان ایرانی بدون هیچ وابستگی به روحانیت از هر رنگ و قشریش که موسوی باشه یا کروبی، سبز ایران، سبز سکولار، سبز لائیک، سبز خردگرا، با این پاییز برگ ریزان مطمئن باشید که به زودی به پایان خواهد رسید و هنگامی که ایرانی آن سربلندی دیرین و کهن خودش رو به دست بیاره، خواهد توانست برگ نوینی رو در تاریخ خودش بیافرینه. ببینید که فشار و سرکوب رو بر ایرانیان و همیهنان ما هر روز بیشتر میکنن. امروز اخبار رو که دنبال میکردم دیدم آقای یوسف نادرخانی که 19 ساله بوده به آیین مسیحیت گرویده، یعنی در 19 سالگی مسیحی شده، الان 32 سالش هست، محکوم به اعدامش کردن در داخل ایران. نکته ای که میخوام الان با آگاهیتون برسونم، خواهش میکنم به ویژه وکلا در داخل و خارج از کشور و کسانی کار حقوق بشر میکنن خوب دقت کنن و توجه کنن، چون میخوام یک اطلاعات، یک خبر، یک سند مهمی رو در اختیار شما بگذارم که از این بعد موجب خواهد شد جان صدها تن رو بتونیم نجات بدیم. آقای محمد علی دادخواه، به ویژه محمد علی دادخواه عزیزم، وکیل این جوان یوسف نادرخانی، خوب گوش کنید، خوب دقت کنید به این مسئله. در ایران کسی رو به جرم و به اتهام اینه که دینش رو عوض کرده نمیتونند مجازات کنن و حکم اعدام براش بدن. دلیل میارم براتون. خواهش میکنم به این مسئله دقت کنید و توجه کنید و دنبال کنید. پیش از این بسیار در این زمینه کار شده و الان هم خوشحالم که نام یوسف نادرخانی را آوردم. ببینین، سپاسگزار وارتان هستم که جانش را نجات خواهیم داد. من وعده میدم به خودش، به خانوادهش و همکیشانش که یوسف به خانه باز خواهد گشت، همچنان که آقا جری به خانه بازگشت و همچنان که یوسفی اشکوری، اونم یوسف بود، یوسفی اشکوری هم که به عنوان مرتد حکم اعدامش صادر شده بود، به عنوان مرتد آقا جری حکم اعدامش صادر شده بود و من سیاوش اوستا روی همین برنامه‌های خودم که اسنادش وجود داره گفتم که ما اجازه نخواهیم داد که اینها رو اعدام کنن، چون حتی غیر قانونی است اعدام اینها. سند میارم براتون، مدرک میارم و دلیل میارم و خواهش کنم وکلا این مسئله رعایت کنن که در ایران اهورایی کسی رو به جرم تغییر دین نمیتونن اعدام کنن و مجازات کنن و حتی زندانیش کنن. حالا سند من چیست؟ ببینید عزیزان من، انسان ها رو ما با ایشون داریم در جنگ و ستیز هستیم، یعنی بخشی از جامعه بر علیه بخشی از جامعه زدن، کشتن، در طول تاریخ اینطور بوده، به نام ادیان، به نام خدایان، به نام خدا، به نام میهن، به نام حسادت، به نام جهل و جهالت، به نام کینه، چقدر قتل عام هایی که در دنیا نشده. ولی یادتون نره تمام قتل عام هایی که در دنیا شده توسط کسانی شده،
جنایتکاران کسانی بودن که یک زمینه‌های انسانی هم درشون بوده، چون خدا انسانی رو که آفریده فطرت آفرینشی که داشته این انسان از سوی اهورامزدا پاک بوده. اهورامزدا پاک آفریده انسان رو، آزاد آفریده انسان رو، جنایتکار نیافریده، جنایتکار شده. من دیلی تلگراف رو که هفته پیش دوست مهربانم مارشال منش برای من فرستاده بود میدیدم، دیدم در 19 سپتامبر اومده بود نقاشیایی که جنایتکار بزرگ تاریخ هیتلر کشیده بود اینا به حراج گذاشته بودن و نشون میداد که بابا نقاش بوده وقتی که 19 20 ساله بوده، بعد جنایتکار شده. خیلی از دیکتاتورهای تاریخ همینطورن. دیکتاتورها و جنایتکاران تاریخ یه زمینهای انسانی رو در مقطعهایی داشتن. اگر ما بتونیم از اینها بهره ببریم برای آزادی، دارم از یوسف نادرخانی میگم و دیگر مهربانیان، باید بهره ببریم. بدون رو سخنی که امروز من میخوام به شما بگم، هیچ دلیل بر توجیه و تطهیر رهبر جمهوری اسلامی ایران سید علی خامنه ای نیست، بلکه به خاطر حفظ جان هممیهنان و همکیشان من یا همکیشان دیگران هست که امروزه بسیار 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 در ایران تغییر دین میدن. آقای منتظری از جهان رفت. پیش از اینکه از جان بره، در سالهای پیش من از ایشون دو تا مصاحبه کرده بودم. با اینکه در حسرم بود، آقای احمد آزاد مهرورزی که به من میگفت، میگفت من با همه واقعا رنگ رنگ ها یه مختلف، از هنرمند گرفته تا سیاستمدار و تا آیت الله گفتگو داشتم، تماس داشتم و غیره. از جمله یکی از این بهترین کارهای خودم که بهش افتخار میکنم، گفتگوی من با آیت الله منتظر بود. دو تا مصاحبه باش انجام دادم وقتی که در زندان خانگی بود، مثل من الان موسوی و کربی که در زندان خانگی هستن، ایشون هم در زندان خانگی بود آیت الله منتظر. دو تا مصاحبه که باش کردم، دو تا پرسش اونجا مطرح کرده بودم. یکی این که آیا در این شرایطی که مردم نام های خودشون رو عوض میکنن، تغییر نام نظر تو به عنوان یک فقیه چیست؟ منتظری پاسخ داد آیت الله منتظری، اون موقع من در روزنامه نیمروز صفحه اول چاپ شد، در تمامی آرشیوهای مقالات سیاوش اوستا موجود هست، میتونید ببینید ببینید. آیت الله منتظری نظر داد، یعنی این استفتا بهش محسوب میشه، یعنی مصاحبه استفتایی، و این پاسخی که ایشون داد بسیار جالب بود. گفت که تغییر نام عیبی نداره، گفت ولی نام انبیا اسمای بدی نیست، محمد و علی و اصغر و حسین و اینا، اما اگر کسی اومد تغییر نام داد، یه نام دیگر انتخاب کرد، به ویژه خود من رو که ایشون به نام حسن عباسی میشناخت، به عنوان سیاوش اوستا براش امضا کرده بودم، ایشون به من پاسخ داد به نام حسن عباسی و سیاوش اوستا، تأکید کرد آیت الله منتظری که تغییر نام ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. به همین خاطر خیلی از بچه‌ها میدونن، یه موقعی بود که شما می‌خواستین اسمای اصیل ایرانی رو بچه‌ها بزنن، تو ایران غیر ممکن بود. تلاش‌های خردمندان ایمان و یارانمون موجب شد که الان هر اسمی رو که شما 5 تا استاد دانشگاه امضا بکنن که اسم ایرانیش، در ایران اجازه داره، میتونه اسم بچه‌ها بشه، تو شناسنامه بشه. این تحولی است که ما پنهان، ما تلاش‌های علنی و تلویزیونی اونجا زیاد کردیم، تلاش‌های پنهان و فرهیختگی و خردمندی بسیار کردیم که از جمله همین بوده. امروز با علیرضا میبودی من یک گفتگویی که صحبت می‌کردیم دوستانه با هم نشسته بودیم، مهندس شجرم اینا بود، گفتم اندیشمند و خردمند با یک مأمور فرق می‌کنه. یه مأمور اینجا می‌شینه، اجازه نداره یک سری حرفای بزنه، چون از آدمای اطلاعاتی این کشور اون کشور میترسه، مأموره. اما یک اندیشمند، یک خردمند کسی است که در ساختار حکومتی سرزمین خودش و سرزمین‌های دیگه میتونه مداخله بکنه، میتونه نظر بده. بعد هر قدرتی که میاد، چپ یا راست قدرت میگیره در اون کشور، انسان امکانات این رو داره که بتونه حرف حق خودش رو به اثبات برسونه. اگر دیدید در ابتدای برنامه‌های من که پخش میشه، امضای نیکولاس سرکوزی است که تجلیل میکنه از سیاوش اوستا به خاطر خدماتی که برای شناسوندن تاریخ و فرهنگ ایران انجام داده. نیکولاس به عنوان رئیس جمهور فرانسه، اگر ما در ایران ممنوع هستیم، اگر در ایران زیر فشار هستیم، در خارج از کشور شیراک هم همین کاری کرده بود، ژاک شیراک هم به من نوشت، از سعدی و فردوسی تجلیل کرد، از کارهای ما تجلیل کرد، سرکوزی هم کرد، آقای اوباما کرد، بیل کلینتون که بود رئیس جمهور کرد، رئیس پارلمان فرانسه تجلیل کرد. در همین اینترنت موجود هست که نوشت زنده باد دیوید عباسی، یعنی سیاوش اوستا و غیره و غیره، به خاطر تلاشمون. حالا این تلاش های ما گاهی علنی است، اینجا میشینیم به شما میگیم، گاهی محرمانه است. نام های ایرانی که امروز داره
روز رشد پیدا کرده در ایران، یا این فروهری که پشت سر منه که امروز روی بدنشون بچه‌ها می‌کنن، ما یه موقعی که می‌خواستیم عکسشو چاپ کنن بچه‌ها در ایران ممنوع بود، نمیتونستن. من درود می‌فرستم به ناصر میرباقری، رئیس انتشارات گویا در تهران. نخستین باری که ناصر میرباقری فروهر رو در ایران می‌خواست چاپ بکنه در 10-15-20 سال پیش، دوچار اشکال شد، وزارت ارشاد بهش مجوز نمیداد. ولی به گونه ای شده که الان یکی از منابع درآمد ایران شده کتاب‌های تاریخی ایران رو چاپ کردن، فروهر رو کارت پستال کردن، فروهر رو تیشرت زدن. ما این قالب‌های این فروهرها رو که چند سال پیش دادیم هنگ کنگ اینا درست کرد، من اصلا اون موقع گفتم این قالب ما پولش رو میدیم، آزاد برای هر کی دلتون می‌خواد بزنید و چاپ کنید. و الان همه گیر شد. اینها تلاش‌هایی بوده که خردمندانه انجام شده. پس آیت الله منتظری نیست، گفت تغییر نام ایرادی نداره. پرسش دیگر من از آیت الله منتظری بود که آقا ادیانی هست که در قرآن به عنوان اهل کتاب شناخته شده و این اهل کتاب هستن و مجوز دارن که حضور داشته باشن در سرزمین‌های اسلامی، از جمله مسیحیت هست، یهودیت هست و حتی باهائیت هست، ولی اینها من میگم بعدها که چرا باهائیت رو نمیخوان رسمیت. و زرتشتی با زرتشتیگری، میدونید قرآن میگه مجوس، میگه مجوس آزاده، سابعین آزادن، یعنی ستاره پرستان آزادن. خب این رو اکثر آخوندهایی که الان وجود دارن معتقد هستن که فقط دین اسلام، بقیه همه کافرن. یهودی کافره، زرتشتی کافره، باهایی کافره، مسیحی کافره، بودایی کافره، همه ما کافرن. ولی در قرآن آیه صریح داریم که اهل کتاب که یاد میکنه یهود و نصارا و صائمین و مجوس رو مطرح میکنه. در رابطه با مجوسیت من به عنوان یک مورخ، به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک مورخ نوپرداز ثابت کردم که مجوسی تنها زرتشتی نیست. مجوسی میتراگرایی هست، بوداییسم هست و بهائیت هم در درونش جای میده. خب الان خیلی از آخوندها هم هستن که میگن دین فقط اسلام، بقیه همه و اهل کتاب و آیه قرآن قبول ندارن، ولی خیلی هم هستن که قبول دارن، از جمله آیت الله منتظری. آیت الله منتظری اونجا وقتی به من پاسخ داد گفت که کسانی که در چارچوب یکی از ادیان اهل کتاب باشن کافر و مرتد محسوب نمیشن. یعنی این که اگر شما مسیحی شدی قبلا تظاهر میکرد یا اصلا بودی مسلمون یا زرتشتی شدی یا غیره، کسی باید کاری نمیتونه داشته باشه بر اساس فتوای آیت الله منتظری. پسر ایشون احمد منتظری دیروز روی رسانه‌های خبری بود، من درود میفرستم به احمد منتظری، این فرزند دلیرش آیت الله منتظری که ببینید وقتی که پدرش در حصر بود با من در پیوند بود و کارهای بسیار خوبی کرد. پسر ایشون دیروز وقتی که در رابطه با فلسطین و اون کاری که محمود عباس کرد اینو صحبت کرد، تو ایران تحلیل کردن که آقا ایشون اسرائیل رو به رسمیت شناخته با این کار. خب خود منتظری هم اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود. وجود اسرائیل وقتی که اینا میان، حتی ببین اسرائیل هم به رسمیت میشناسید، یهودیت هم یه دین هست و الی آخر. حالا این دو نظریه فقهی که همیشه وجود داشته مهربان یاران، که یک نظریه فقهی گفته اسلام فقط دینه، دین فقط عند الله اسلامه، بغیر نفی کرده، الان هم هنوز در ایران هست. برخی از این آخوندهای ابله مثل مسواه یزدی مثل دیگران معتقدن که دین فقط اسلامه، ولی بر اساس آیه قرآن بقیه ادیان هم دینن. پس منتظری هم قبول کرد. حالا برای نجات جان یوسف نادرخانی و تمام کسانی که از اسلام میان بیرون و به یکی از ادیانی که ذکر کردن من در قرآن تایید شده میان، بر اساس فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه ای، کسی اجازه تعرض به اینها نداره. وکلایی که از اینها دفاع میکنید، شما به دادگاه های جمهوری اسلامی ایران که مراجعه میکنید بایستی فتوای سید علی خامنه ای رو ببرید، که من الان به اطلاعاتون میرسونم. این رو من 5 سال پیشم در یه برنامه تلویزیونی مطرح کردم که با عنوان آیین میترا در سایت های اینترنتی هست، میتونید برید گوش کنید. قضیه مال امروز نیست، مال 5 سال پیش پیشینه داره، که سید علی خامنه ای، من به این که امروز دیروز همه جا شعار مرگ بر اون میدن و تظاهرات و اینا کار ندارم، اون بخشی از قضیه است. قضیه من امروز نجات جان یوسف نادرخانی است بر اساس فتوای آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی،
که لاریجانی ها که قدرت در ایران کسب کردن و رئیس قوه قضاییه یکی هست، یکی رئیس قوه مقننه است، باید بدونن که بر اساس فتوای آقای خامنه ای کسی که از دین اسلام خارج میشه و یکی از ادیان اهل کتاب رو تقبل میکنه، زرتشتی میشه، مسیحی میشه، یهودی میشه، بودایی میشه، حکم قتلش رو نمیتونن بدن، حکم اعدامش رو نمیتونن بدن. این فتوا رو 8 سال پیش آقای خامنه‌ای در پی چنین پرسش‌هایی که من مطرح کردم با آیت الله منتظری پاسخ داده، در سایت اینترنتیش در استفتاءاتش موجوده. اگرم از رو سایت برداشته باشن، وکلایی که از بچه‌های ما در ایران دفاع می‌کنن میتونن مراجعه کنن به بیت رهبری، اینا رو ازش بگیرن. فتوای علی خامنه‌ای چیست عزیزان من؟ فتوای علی خامنه‌ای نیست. ازش می‌پرسن آقا الان مد شده، شرایط به گونه‌ای شده که افراد بسیاری از اسلام خارج میشن و به ادیان دیگه، ادیان اهل کتاب میپیوندن. آیا این کسانی که نو به این ادیان اهل کتاب پیوستن، بر همین اساس است که ما وقتی من صحبت میکنم ما میگیم نو زرتشتی های جهان. چرا میگیم نو زرتشتی ها؟ چون خیلی از اینها تا دیروز مسلمان بودن، دین دیگه ای داشتن. یک، دو، نمیخوام با زرتشتی داخلان که احترام میذاریم برشون، نیاکان ما هستن، دستشون من میبوسم، ارادت دارم بهشون، نمیخوام برای اونا دوچار زحمت بشه که کارهای ماهار سیاوش اوستا و دیگران به حساب اونا بذارن. سه، ما خردگرا هستیم، ما دیندار نیستیم، ما آیین داریم. ما اصلا نمیگیم که دین، نه، ما میگیم آیین نوزرتشتی، که یعنی چیه؟ در همین سه تا خلاصه میشه: نیکی در پندار و گفتار و کردار و مهربانی جهانی و صلح جهانی و تمام دیگه اون موارد نداره. حالا آقای خامنه ای ازش پرسش میشه که آقای خامنه ای، امروزه بسیاری از مردم ایران از اسلام خارج میشن و به یکی از ادیان دیگه اهل کتاب میپیوندن. قبلا ازش میپرسن که آقا اهل کتاب کیست؟ آقای خامنه ای فتوا میده، نوشته رو سایت اینترنتیش با عنوان leader.ir یعنی ایران، و یا khamenei.ir هست، میتونید برید در قسمت استفتاءات اینا رو ببینید. اونجا میگن که آقا ادیان شناخته شده در جمهوری اسلامی که آزاد هستن چیست؟ آیا زرتشتی دین شناخته شده است؟ یهودیت؟ و ایشون تایید میکنه که همه اینا اهل کتاب هستند و در ایران مجاز به فعالیت و تلاش هستن بدون هیچ گونه تبعیضی. بعد پرسش دیگه همین میشه که من این پرسش رو خودم دارمش، اگرم از رو سایت ها بردارن، چون میدونید در ایران رقابت، نه در ایران، در طول تاریخ رقابت فقها با هم بوده، اینقدر همدیگر زدن و کشتن، مگه شریعت مدیران ایران نکشتن؟ مگر همین خود آخوندها تو این 30 سال چقدر با هم درگیری داشتن؟ الان هم در این که بر علیه سید علی خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی است این فتوا رو داده، اون آخوندهای دیگه بیان فشار و سرکوب و برداشتن و سانسور اینا بکنن، چه بسا. اما تو وکیلی که در ایران داری آقای محمد علی دادخواه از یوسف نادرخانی دفاع میکنی و دیگر مهربانیاران، بدونید که این فتوای رهبر جمهوری اسلامی است، ولی فقیه جمهوری اسلامی است، قابل اجراست. بچه های ما، همه اونا که حتی در زندان هستن به خاطر تغییر دین باید از زندان آزاد بشن. آقای خامنه ای در این فتوا میگه که افرادی که به یکی از اینها ادیان، میگه ادیان اهل کتاب، پیوسته باشن. ببینید میگه پیوسته باشن، یعنی اگه دیروز نبوده الان پیوسته، اینا اهل کتاب محسوب میشن. و بعد اینا چون خیلی پدرسوخته بودن، میان از خامنه‌ای باز یکی دیگه، آقا حکم تو در مورد مرتد چیه؟ چون یه طرف مرتد که محسوب میشه اگه دین اسلام رو برکرده به یک چیزی دیگه پیوسته، برار از نظر فقهی به این میگن مرتد، ارتداد پیدا کرده. سوال دیگه ازش میکنن، آقا نظر تو در مورد حکم اعدام مثلا که میدن برای مرتد چیست؟ حکم مرگ برای یک مرتد با کیست و چیست؟ چنین پرسشی ازش میکنن، میدونین چه جواب میده؟ وکلا ایران گوش کنید. خوشحالم که در این نخستین روز سال نو 5772 چنین ارمغانی رو یک بار دیگر، با اینکه 5 سال پیش اینو گفته بودم، به سرزمین اهورایی ایران پیشکش میکنم، به ویژه در شرایطی که میدونم روز به روز یارانی که به اندیشه ها و آیین های نوین و کهن خودشون میپیوندن زیاد هستن. خوشحالم و خرسندم که در این تغییر برنامه سیاوش اوستا که از این بعد یادتون نره در این ساعت ما برنامه خواهیم داشت، و در این یاد روز بزرگ جشن سال نو و جشن مهرگان که نزدیک هست، من چنین ارمغانی رو به ملت ایران در آستانه گشایش دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها در ایران دارم میدم. آقای خامنه ای میگه حکم
اجرای حکم مرتد با الله است. خوب گوش کنید، اینها مسائلی که من سیاوش اوستا و کسانی که اطلاعات تاریخی دارن، من یه اسلام شناسم، من اسلام رو به خوبی میشناسم، مطالعه کردم، اسلام شناس هستم، از خود آخوندها اسلام رو بهتر میشناسم، در این زمینه کار پژوهشی انجام دادم. اگر امروز شما رو سایت اینترنتی میبینید که میگن یه قرآن پیدا کردن یه سوره بیشتر داره، چیزایی در مورد ائمه نوشته، چه بوده، بعد اینم حالا تو بنظرم گفتن اسم علی خامنه‌ای هم تو اینا هست. این که قرآن کنونی تحریف شده است، کلینی 1300 سال پیش گفته، سیاوش اوستا 30 سال پیش نوشته، در کتاب قرآن سرودی به سبک پارسی من نوشتم که قرآن کنونی اسم امام علی و دیگران توش بوده، اینا برداشتن وقتی که تثبیت کردن. پس ما اسلام رو خوب میشناسیم، زبان عربی رو خوب آگاه هستیم. حکم میگه مرتد اجرای حکمش با الله. میدونید یعنی چی؟ یعنی با ولی فقیه نیست، یعنی با یک حکومت نیست، یعنی با قوه قضاییه نیست، با الله. میدونید با الله یعنی چی از نظر فقهی؟ یعنی روز قیامت مجازات میشه، میره جهنم. نه الان اینجا کسی اجازه تعرض بهش نداره، اجازه تعرض بهش نداره. به همین خاطرم بود که من یوسفی اشکوری در پاریس منو دید، بوسیدش، مش بوسید منو، اومد به سوی من در انظاری که براش امکان داشت خطرناک باشه. چرا اومد اون مهر رو از دین من کرد؟ چون میدونه جون شما نجات دادیم. آقا جری رو میخواستن بکشنش، هاشم آقا جری رو، اومده بود کتاب من دینداری و خردگرایی رو مطرح کرده بود، روزنامه نوشتن که چه و چه، بعد بعداً دینداری خردگرایی رو موارد تام دیگه بهش زدن و اینا، حکم اعدامش صادر کردن، گفتن مرتد شده. همونجا اون دو نفرم با همین فتوا یه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شدن. همون موقع هم علی خامنه‌ای کتما نوشت که اینا دوباره محاکمه کنه، یعنی دوباره محاکمه کنه، قاضی بر اساس حکم و فتوای ولی فقیه باید حکم بده، نه بر اساس فلان فقیه که توی قم نشستی یا تو مشهد نشستی. شما ولایت فقیه دارین، رهبرتون جمهوری اسلامی علی خامنه ایه، بر اساس اون باید حکم بدین. بعدن یک اتفاق دیگه که افتاد، دو نفر دیگر رو یادتون باشه که کشیش شده بودن در ایران، اون دو نفر رو گرفته بودن، بر اساس همین وکلا این دو نفر از زندان آزاد کردن. اما شوربختانه ببینید چقدر پلیدن این سیاهکارانی که در ایران حکومت میکنن، این فقهای نادان، بر اساس حکم علی خامنه‌ای دو تا کشیشی که مسیحی شده بودن آزاد شدن، ولی ترورشون کردن، اینا رو، بچه ها رو بردن کشتنشون. همونایی که با نظر و فتوای فقهی علی خامنه‌ای در رابطه با ارتداد و اینکه اجرای حکم با الله، همونایی که مخالف هستن. به همین دلیل دوستان مهربانی که در رابطه با مسیحیت برنامه دارن این سو آن سو، ببینید حمید عزیزم، کشیش حمید که خیلی هم روشن فکر و اندیشمند است، و دیگران، از این بعد یادتون نره ما با خامنه‌ای مخالفیم، با جمهوری اسلامی مخالفیم، داریم مبارزه میکنیم، زندگیمون 30 سال بر پای این استوار بوده. اما امروز ما هر کاری که بتونیم بکنیم برای نجات جان یک تن باید انجام بدیم و بهره ببریم از فتواهایی که وجود داره. خیلی فتواهای دیگه وجود داره در رابطه با موسیقی، در رابطه با خیلی کارهایی که در ایران بچه‌های ما رو دستگیر میکنن، زندانی میکنن به خاطر تغییر جنسیت. تغییر جنسیت در ایران آزاد، رسمیت داره. این بچه‌هایی که میخوان تغییر جنسیت بدن بر اساس فتوای سید علی خامنه‌ای که در سایت اینترنتیش هست میتونید برید و پیدا کنید که آزاده، میتونید تغییر جنسیت بدید. موارد بسیاریه، ولی چون نمیخوام وقتتون رو بگیرم، این مبحث رو همینجا میبندم. من میخوام باهاتون در مورد استاپ ساین صحبت کنم. استاپ ساین رو وارتان میدونه چیه؟ استاپ ساین توی لس آنجلس تو کالیفرنیا است. توی کالیفرنیا استاپ ساین داره، یعنی جایی بعضی جا چراغ قرمز نداره، شما باید یک توقف بکنی، ماشین روبرویت یا دست چپی دست راستیت بره بعد تو بری. این استاپ ساین، دوست عزیز من مارشال منش یکی از موفق ترین هنرپیشه‌های هالیوود هست. ما دیروز رفته بودیم با یکی از دوستان در یکی از این هتل‌ها در هالیوود غذا بخوریم که اون همون هتلی که تو آخرش میچرخه، بعد دیدم نوشته که اون فیلم آرنولد شوارزنگر که بازی کردن که خیلی هم تیراندازی داره و از آسانسور میره، گفت اینجا فیلم برداری شده. ماشا هم تو اون فیلم بازی کرده بود و چقدر جالب بود دیدن، یک سری عکس‌ها هم زده بودن. حالا ماشا منش امروز ظهر هم که ما یه جایی قرار بود نهار بخوریم، اینقدر دقیق و منظمه، ما ایرانی ها که دیر میریم، ما قرار بود 12 بریم خودمون یک رفتیم، یک گدی دیگه، البته علیرضا میبودی از همه زودتر اومده بود اونجا نشسته بود، علیرضا میبودی از همه زودتر اونجا نشسته بود و به هر حال من
با مهربانیار مهندس شجره و دیگران که رفتیم، من سپاسگزار مهر همه دوستانم هستم نسبت به پذیرای این چند روزی که با هم داشتیم. میخوام اینو بگم مارشا نتونست وایسه برای نار چون یک اودیشن داشت برای یکی از فیلم‌های خیلی قشنگی که رفت، بعد برای من تعریف کرد که چقدر کار قشنگی است که وقتی که در بیاد با هم صحبت می‌کنیم. اما این استاپ ساین کار بسیار قشنگی است که شما ببینید یک هنرپیشه ایرانی در هالیوود تا چه حد نفوذ کرده. و بعد یکی از شاخص‌های ماشامنش اینه که همیشه زبان پارسی رو تو کار خودش وارد می‌کنه، یعنی هر کاری که بهش میدن با هنرپیشه بزرگ داره بازی می‌کنه، با عمر شریف اون ایدالگو رو بازی کرد و دیگران واژه‌های پارسی رو به کار می‌بره، اون کزم رو بازی کرد، با شکیلا اوین پارسی صحبت کرد، تکس عربی بهش میدن میگه آقا فارسی صحبت میکنه. حالا این استاپ ساین وارتان عزیز پخش میکنه، با هم میبینیم 2 دقیقه است و برمیگم تو استودیو تا بقیه برنامه رو با هم بریم. اوکی ناو ام گونا شو یو گرلز دی کالیفرنیا استاپ. Sir, get back in the car. What is it? Flat tire? No, your tire's fine, sir. I pulled you over for running that stop sign. Oh, no. I ran no stop sign. Sir, you ran the stop sign. I watched you. You lie, officer. I ran no stop sign. Sir, I need for you to get back in the car and I need your license and registration. Okay, I'm gonna give you my license and registration, but I did not run a stop sign. You ran the stop sign, sir. No, I did not, officer. I'll be right back. You wanna see running a stop sign? I'm gonna show you running a stop sign. Now, that, my friend, is running a stop sign. Is that what I did? No, but you committed 2 more violations. No. 2 more of nothing. You just admitted that you were wrong. Thank you and have a nice day. My license, please. Sir, you did not come to a complete stop. You rolled through it. Yes, my friend. Look around. Don't you see the sunshine, the palm tree? This is California. I did California stop. Yes, and that's why I'm giving you a ticket, because it's illegal to do a California stop. In California? Are you crazy? Then I guess Swiss cheese now is against the law in Switzerland. French kissing is not allowed in France. Ridiculous. California stop is not legal in California. We invented California stop. Then how come it's called California stop, huh? You tell me. I don't know. Google it. What? Google it? I Google you and I'll see you in court, Google-oo. Google it. Your Google is my Google. Google it. برای ایرانی افتخار آفریده و سالیان سال داره میدرخشه. یادتون نره قلب پاک داشتن و اینکه اهورامزدا با انسان باشه یکی از دلایل موفقیت انسانه، یعنی میاد تو ارکل از خدا برکت. و بر همین اساس خیلی از هنرمندای ما میدونید که در تا این سالهای گذشته با سفر به ایران چه محرمانه چه آشکارا رفتن و به گونه‌ای وقتی برمیگردن پیام‌آوران فرهنگ جمهوری اسلامی هستن در خارج از کشور و ویژه در همین لس آنجلس و جاهای دیگه و میان دیگران رو به گونه‌ای به نقد میکشن، مثلا تلویزیون‌ها رو مسخره میکنن و غیره. البته خب تلویزیون‌ها خداشون هم میدونن بعضیاشون که واقعا طفل و ول معطلن، این خودشون خداشون میدونن. من تو این چند روزی که پاریس بودم، یعنی لس آنجلس بودم، یکی 2 روز دیگه هم دارم برمیگردم. البته برنامه بعدی رو من از پاریس باشه با خواهم بود، یکی 2 روز بیشتر نیستم اینجا برمیگردم. جالبه پریشب مهربانیاران اصحاب رسانه در لس آنجلس 15 تا تلویزیون جمع شده بودن یک جا که تصمیم گیری بکنن، تصمیم گیری کنن در بکنن. خیلی خوشحال شدم به خاطر اینکه وقتی با دوست نازنین و مهربانم مهندس امیر شجره وارد اون جلسه شدیم، بعد از ما بود که یه دیگه هم خب دوستان آمدند آنجا و نشستند، کسانی که پیشکسوت بودن در این زمینه. خب امیر شجره است،
امیر شجری کسی که هم رادیو هم تلویزیون 24 ساعته رو ایشون ارمغان داده به جامعه ایرانی. جالبه که همه این 14 نفر دیگه که همه اصحاب رسانه‌های بزرگ تلویزیونی بودن، مثل آقای امیر قاسمی و آقای کوروش بیبیان و مال اندیشه و همه اینا دوستان بودن، حتی اونای دیگه که بهشون اتهامات جمهوری اسلامی میزنن اینا همه بودن، یعنی نادر رفیعی مثلا، مهران عبدشاه و غیره، همه اینا معترف و معتقد بودند که اینها کار سازندگی نمی کنند و چشمشون به تلویزیون پارس بود. و اینکه تلویزیون پارس جدا از اینکه پایه‌گذار این راه اندیشه و تلاش بوده، الان هم به عنوان یک سمبل و الگو، شما ببینین آب و آتیش تو این تلویزیون جمع کردن خیلی کار مهمی، کاری که شجره کرده، کاری که شجره کرده، تاندانس های مختلف، به قول ما فرانسوی میگیم تاندانس ها، بینش های مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی رو یک جا جمع کردن و بعد اینا رو کنترل کردن، نه کنترل یعنی رهبری کردن که با هم درگیری پیدا نکنن، استقاق به وجود نیارن. همه هم اینجا دارای احساس و عاطفه و شاعرن، شعرا یادتون نره، شعرا خیلی احساسی هن. طرفی که شعر میگه با یک تلنگر اینجوری بکنی ناراحت میشه، دلخور میشه، قهر میکنه و این مدیریت و رهبری میخواد که بتونه اینو حفظ بکنه. خوشحال شدم پریشب دیدم در یکی از همین رستوران های ونتورا که جمع شده بودن این دوستان اصحاب رسانه برای اینکه یه کاری بکنن، هم بستگی کاری بکنن، همه معتقد بودن که امیر شجره به عنوان برترین مدیری که تونسته آب آتیشو جمع کنه و خوب مدیریت بکنه و خود بقیه هم خودشون معترف بودن که کار سازنده‌ای نمی‌کنن، هر کدومشون یه نفره دو نفره میشینن و یک برنامه میرن. شما اینجا ببینین دعواست. من وقتی با هستم با مهندس امیر شجره، برخلاف آنچه میگن میبینم افرادی هستن میان برای یه ساعت برنامه حاضرن، چقدر پول بالا بدن ایشون نمیپذیره، با اینکه مقدر مشکل مالی هم داشته باشه، یعنی به راحتی نمیفروشه ایر تایمشو. ایر تایم فروخته میشه، بعضی ها که بعضی کارا میکنن ربطی به مدیریت تلویزیون نداره. در این مورد من نمیخوام وارد بحث بشم، چند دقیقه که مونده اجازه بدین رو جریان آدم هوا صحبت کنیم، چون دیروز تا اومدیم یا این آقای یکی از دوستان کلیمی که اینجا جواهری داره صحبت که شد برای سال نو، دوستی گفت که من چه گفتم اینا، میخوام قصه آدم هوا رو براتون بگم. آدم و هوا میدونید که این سال 5772 یعنی تولد آدم، و تولد آدم که حالا آدم کی بوده، بر اساس یکی از افسانه ها و قصه ها و سناریوها و نمایشنامه‌ای که سیاوش اوستا نوشته چندین سال پیش با عنوان افسانه افسانه ها، آدم، سپاسگزارم آقای وارتون عزیز، آدم یک آدم انقلابی بوده و در شوش در سرزمین اهورایی ایران زندگی میکرده. یادتون نره در سرزمین ایران اون موقع تمدن شوش، که الان شوش در ایران واقع شده، و تمدن مزوپوتامی میگن به فرانسه، بین النهرین، تمدن میترایی و تمدن ایرانی بوده. این یک آدم انقلابی پیدا میشه، مثل همین اسپارتاکوس، میدونی اسپارتاکوس هم که دیگه یهودی بود و میخواست یهودی را آزاد بکنه، موسی هم که یهودی را آزاد کرد، کوروش هم با یک ایرانی بود میخواست اونا را آزاد بکنه که کرد. آقا یک آدم انقلابی دیگه هم پا میشه اعتراض به اون سیستم حکومتی، اون موقع آدم رو میگیرن، این بابا رو میگیرن، آدم رو تبعیدش میکنن به صحرای سینا با یه خانمی که داشته حالا چند ساله بوده به نام حوا. این آدم میره توی صحرای سینا کنونی مصر، در صحرای سینا تمدن میآفرینه، انسانهایی رو میآفرینه که بعد شما ببینید افسانه هایی که در رابطه با کشتی نوح و ابراهیم و لوط و دیگه همینطور بیا یا دیوید، سلیمان و غیره ساختن، همه تباروس. یعنی آدم میدونید انسان میلیاردها سال روی این کره زمین داره زندگی میکنه، پس از اون بیگ بانگ بزرگ که زندگی انسانی و آدمی جا گرفته و شکل گرفته، و این آدمی که ما میگیم آدم و حوا 5772 سال، این روزی بوده که یک آدم از جاش پا شده انقلاب کرده بر خلاف اون سیستم حکومتی که در مزوپوتامی در بین النهرین بوده، در شوش حاکم بوده و از اونجا تبعیدش می‌کنن به صحرای سینا. به همین خاطر است که شما ببینید که مرسی وارتر عزیزم، ببینید که اندیشه های تورات همه داره از دانیل و استر و کوروش و داریوش و اینها میگه، و دانیل کیه؟ یک نخست وزیر ایرانی است در سرزمین ایران، قبرش هم که میدونید در ایرانه، استر هم که میدونید در ایرانه، مردخای هم در ایرانه، یعنی ریشه ریشه ایرانی است. اینا همه رو گفتم که بدونید کینه ها رو کنار بذاریم، حسادت ها رو کنار بذاریم،
اندیشه های ناپاک رسیستی یعنی نژاد پرستی رو کنار بگذاریم. نژادی وجود نداره، همه از یک تباریم، همه از یک ریشه‌ایم، همه یک اهورامزدا داریم، همه یک خداوند داریم، همه یک دشمن داریم، اهریمن، همه یک دشمن داریم. پلیدی، ناپاکی با اون هست که در درون خود ماست، باید مبارزه بکنیم تا فردای به و نیک و خوبی رو بسازیم. عزیزان من یادتون نره، خواهش میکنم به همه این خبر رو بدین که از این پس برنامه ما در این ساعت به وقت ایران میشه 12 تا 1، اما از چند هفته دیگه ساعت در لس آنجلس تغییر پیدا میکنه، میشه 11 تا 12 ظهر تهران جمعه ها و 10 بامداد 10:30 بامداد پاریس. اینجا هم که میدونید بازپخش هم های مهندس شجره گفتن تعیین میکنن که بعد با آگاهیتون میرسه. بسیار شادمان بودم که با شما مهربانیاران بودم در استودیو. مهربانیارم امیر شهرتی هم اومد، دارم میبینمش که بهش درود میفرستم. وارتان عزیز بسیار ازت سپاسگزارم و دیگه از هفته آینده ما مزاحم وارتان خواهیم شد و میدونم امیرم اینقدر به من محبت داره، امیر شهرتی، که همیشه خودشو میرسونه که کاری از دستش بر بیاد انجام بده. امیر شهرتی، وارتان، دو تا متخصص و برترین هستن در سرویس تکنیکی تلویزیون ها که با دوست عزیزم امیر شجره کار میکنن. مهربان یاران، دستان گرم همه شما رو میفشارم، به اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی میسپارمتون. جز به شادی نکوشید، هر روزتون جشن سال نو باد، هر روزتان شادی باد، هر روزتان هم مهرآفرینی و مهرافروزی باد. تا برنامه دیگر که از پاریس برای شما اجرا خواهم کرد، همه شما رو میبوسم، به یزدان پاک میسپارم. از همه مهمان نوازی های دوستان در این دو سه روزی که در اینجا بودم سپاسگزارم و از همینجا هم به همه درود و بدرود میگم. خدا نگهدار. از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، هم ساری آستایم، هم آتش زردوشم، هم سال عوستایم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ناکشته نمی کشتیم. پیش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. مهربان یاران، آثار آوایی، سیمایی و نوشتاری سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، انگلیسی و فرانسوی که شامل بیش از 7000 ساعت برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و هزاران هزار برگ کتاب و نوشته روشنگر و خردگران می باشد و طی 30 سال گذشته مسیر اندیشه مردم و اندیشمندان سرزمین اهورایی ما را دیگرگون ساخته است را بخوانید و به دیگران هدیه کنید. از میترا تا محمد، دینداری و خردگرایی، قرآن سرودی به سبک پارسی، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد، آیین اوستا، پرس 7 میلیون دو سیویلیزاسیون، پرشیا 7000 years of civilization، کتابی در معرفی فرهنگ ایران که اندیشمندان و سیاستمداران بزرگ جهان آن را ستودند. خیام و این جهان فرسوده، حافظ رند شیراز، منمان فرح زیبا، دکتر علی شریعتی، افسانه پرداز شیرین سخن، کتاب ارشاد، کتاب هما، کتاب کیهان جهانی، مجموعه 1000 مقاله و سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی، بهترین سند پر افتخار هر ایرانی و آریایی. مهربانیان گرامی، آیا شناسنامه پر افتخار خود را در جیب دارید؟ سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی سند پر افتخار ما در سراسر جهان است. و نیز یادگارهایی از فرهنگ و هنر ایران. نشان فروهر روی تیشرت، سجاد سینه، گردنبند، دکمه سردست. دفترهای نفیس پیوند زناشویی به سبک آریایی. و تازه ترین اثر سیاوش اوستا، سازمان جاسوسی الا، پژوهش و گزارشی از برنامه‌ها و شگرد‌های انواع و اقسام سازمان‌های جاسوسی
امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. این ارمغان‌های اهورایی را با یک کلیک سفارش بدهید. برای جاودان نمودن جشن‌های عروسی خود و فرزندانتان از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی، اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید و هر کجای جهان که هستید برای انجام مراسم از استاد سیاوش اوستا دعوت کنید. پیوند زناشویی به سبک آریایی، پاسداشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است.